سوری؟ 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 بله بابا، چی شده؟ مامانت کجاست؟ مامان رفته سبزی بخره. ببینم، تو خبر داشتی از آبربانک من پول برداشته؟ مگه یارانه ها رو ریختن؟ بارا بینیم، بابا تو هم یکی لنگه اونی. من خبر نداشتم. الان کجا رفته؟ گفتم که بابا جان، رفتن سبزی بخرن، اینها اومدن. بفرما. سلام. اولیا مقدره تشریف آورده. چیه صدات انداختی تو گلود؟ بگی کمک کن. نفهمیدم. مثل که ما یه چیزی هم بده. حرف نزن، کار دارم. بگو یه بار غلط کن دیگه. آقا شما تاج سر ما اینو بده من. چه تاج سری؟ چه چیزی؟ چه کشتی؟ چیه فتی؟ مثل مرغ پرکنده خودتو به در و دیوار میزنی. تو پر منو کندی. این چیه؟ سلام. این چیه سوری؟ کارت آبربانک. سلام. دیشب رفتم پول بگیرم. چیز توش نبوده. صبح رفتم پول بگیرم دیدم خالیه. رفتم موجودی گرفتم. میبینم جنواری رفتی کل پول کشتی بیرون. سلامو. سلامو زهر ما. بابا جان حالا چرک کف دست حالا میاد و میره دیگه. یه ما دیگه میریزم به کار. همینو بگو. میگم دیشب تا بهش گفتم کارتو بده در اول بهم داده تا نگو دیشب همه رو خالی کرده. جای دوری که نمیره. قسط قرعه کشی رو دادم. مامان بذار همونجا خودم میام میشورم. قصه خوره کشی رو دادی خود تو راحت کردی منو بیچاره انداختی تو عجل. آی مسلمان بابا من از دست این زن نجات بدی. من همین امروز این پوله میخوام. مامان زشته. برو آماده شو مامان. بود آماده شو حالا قرعه کشی شروع میشه. بدی میزنی چته؟ باشه امروز اسمم در اومد پول تو رو میدم. برا بینیم بابا اسمم در اومد پول تو رو میدم. تو بابا الان 20 ماه داری تو این قرعه کشی بری شرکت میکنی. کی برنده شدی؟ ما رو گرفتی ها؟ دعا کن این دفعه اسمم در بیاد وگرنه یه مدت باید این ولخرجیات رو جمع جور کنی. بیا اینجا. چیه؟ بیا اینجا میگم. بفرما. برای پرستو خواستگار اومده. البته شرایطش خوبه ها. مثل من نیست یه شاخه نبود فقط داشته باشه. مامان من این سبزیه رو گذاشتم اونجا دم حوض. کار نداری با من؟ قربونت برم ماما. دست درد نکنه. مواظب خودت باشی ها. باش. ما یه بسته نمک هم اومدی بر من بخر بیار. باش. پرستو ماما بودو دیگه الان قرعه کشی شروع میشه. چوری خانم پس چرا به من نگفتی خواستگار اومده برای دخترمون؟ چیه نیشت باز شد؟ بابا مگه من چند تا دختر دارم؟ من فقط هم یه دونه عروس خانمو دارم. بهت گفته باشم عروسی فقط بشکن و بالا بنداز نیستا. جایزه میخواد، هزار تا کاروبار داره، گیر و دار داره. شوجی تو اصلا ناراحت نشو خدا کریمه. اصلا خودتو ناراحت کن. من قول بهت میدم همه چیزو ردیف کنم برات. تو ردیف کنی؟ ای بابا هر دومون ببین دست میذاریم تو دست هم دیگه. دختر رو به سلامتی میفرستیمش بره خونه بخت. من که پول ندارم جایزیه جور کنم. تو داری؟ ببین برای همین گفتم قرعه کشی مهمه. ای بابا باز رفت سراغ قرعه کشی. بابا ما الان هر چی بخریم چهار روز دیگه باید بندازیمش دور. از جوهره آدمی که اینا جفتشون داره. ببینم این پسره همینه که میامد سبزی میبود؟ مشکل همین جاست. نمیدونم از پسش برمیام یا نه. برمیای سوری خوبم برمیام. بابا جون پول دارن که دارن ولی خودشون دارن. بریم مامان بریم تا قرعه کشی شروع نشه. فدای اون دخترم بشم خدا بز عزیزم عروسک. فتی یه چند دیوان برج خیس کن دم بده تا ما برگردیم. چش ای به چش ای تو چشم کفترو. مامان راستی اون روزی که دوستم زنگ زد شما گفتی که دوست زنگ زده بود اسمش چی بود؟ نرگس. ما مطمئنیم بابا ما تا ده بار بهت گفتم بحثم تو باش گفتم زنگ زده نرگس. ببین من خودم یه جلسه مهم دارم حتما خودم با تماس میگیرم دلت بگرم. سلام آزها خانم. سلام آزها خانم. نه نه آفالانزا بریدخ دیر شده را بفرم. اوجا بیا ماما بودو بیا 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 بفرمایید شما بفرمایید دلت بگردم عزیزم. مامان یکم بخند اونقدر مثل ماک نباش دخترم. سلام علیکم. بالاخره سوری جون و آذر خانومم تشریف آوردن. ببخشید فل خدا دیر اومدم من کلاس زبان داشتم طول کشید دلت بگردم. بفرمایید خانومای محترم بابت دیروز خیلی عذرخواهی میکنم. خواهش می‌کنم یه ذره ساکت‌تر. خونه مردم اینجا دیگه خونه ما نیست.
یه کوچولو رعایت کنید. خانم ما خیلی شرمنده بابت اتفاق دیروز، ببخشید. اختیار دارین، اختیار دارین. فقط اینکه خانمای عزیز من دورتون بگردم یه نکته یو خدمتتون من عرض میکنم، اونم اینه که اگر یه وقتی اتفاق غیر متقربه ای افتاد، مثلا لوله ای ترکید، اتفاقی افتاد، چیزی شد، خواهش میکنم آرامش خودتون رو چی حفظ کنید، نفس عمیق بکشید، با آرامش صحنه رو ترک کنید. فقط همین، دورتون بگردم. دورشون ببخشید آ شرمنده، زحمت قرعه کشی افتاد خونه تو. قرعه کاش جام بزرگتر بود، نصرت خان بهتر میتونستم تجربه. دلت فریبا جون، او دختر گلت بفرست اینجا ببینم. پاشو ماما ببین نوست کنم. بیاد زهر جون، گوشه من آنجا میدیم. بیا بگو خوشگل منم بگی. حالا صلوات بفرستیم. عادل، عادل، میخوای قرعه کشی زنده ببینی؟ من به چی فکر میکنم؟ شما به چی فکر میکنی خانم؟ عادل جان، خواهرمه، نمیتونم از خونه بیرونش کنم که. ببین این خط، این نشون با جهانگیر، من، تو، این بچه امسال شب عید جامو تیمارستانه. بیمارستان 28 وقت گرفتی دیگه. بله وقت گرفتم. اون لباسا قهوه‌ای بایی میپوشیدم کجاست؟ تو کمد اتاق بچه. من قرار نبود خالیش کنی. با فریبا میاد با هم دیگه جمع میکنیم، صدا تو میشنون. ولی یواش با فریبا دیگه عادت کردید. بس منم میرم با جهانگیر عادت بکنم. صدا تلویزیون رو تو کم نمیکنی دیگه نه؟ شرمنده دارم میبینم، کار دارم. رونق اخیر بود یک تفاوت ماهوی با رونق های قبل دارد، با اون اینکه اشخاص حقیقی یا محمد چیزی جا میذاره. یک ماره باشون دیوار کنیم، یادگاری کشیدیم که بعدش همه بدتر شد. مرجان این لباس من بچه خوابم داد میزنی که لباس من تنه تو چیکار میکنه؟ لباس تو کمد بیکار بود، من روشم پوشیدم دیگه. میگه لباس تو کمد کار میکنه؟ تو ناراحتی درش میارم. من دیگه عمران این لباس بپوشم. چرا؟ من قارچ دارم. قارچ منفعتی داره، تو چی؟ یکی دیگه میخرم. نمیخواد بلخرجی کنی باجون آقا، تمام پولا که ریخته بودی تو مؤسسه اعتباری همش رفت ورشکست شدن. عمران چیه؟ اسمسش رو دیدم. میگه اسمس من برای تو میام. نه بر خودت میام. گوشی من دست توه؟ نه اونجا بود من دیدم. تو اسمس مردم میاد باز میکنه میخونه جهانی گیره، یعنی تو اصول اولی انسانی هم بلد نیستی؟ این چرا میگم بدبخت شدی رب الان گیر دادی به اصول اولی هست. صبح بخیر امو. طوریتون شد؟ نگاه ببین زینت خانم چیا داره میگه. زینت خانومه؟ آره سینا خانم، سینا خانم، ایوا زینت خانم جان، زینت خانم جان، دورتون بگردم آخه من. ما که همینجوری خودمون سر خود پا نشدیم بیایم اینجا. بهمون گفتن بیا، ما هم اومدیم. مگه نه خانم، ما دورتون بگردم. تموم شد. آهای زهره خانم، نه اینکه خیلی کرایه میدی، مهمونی هم گرفتی دیگه. ایوا مهمونی چیه زینت خانم جون؟ قرعه کشی داری؟ تموم بشه جمع میکنی میری؟ بفرمایید خانم. نه خانم، نفرمایید. خواهش میکنم به من گوش بدین. گوش کنین، من این خونه رو به یه زن و شوهر و دو تا بچه اجاره دادم، نه به یه پادگان. تازه یه ذره کرایه رو به من نمیدن، جونمو به اینجا رسوندن. زینت خانم جون، زینت خانم جون، این چه حرفیه؟ شما آروم بشین. چرا اینجوری میکنی زینت خانم؟ بفرمایید آب بخورین. تو رو خدا آقا رضا میاره نفس عمیق بکشی. خودمونیم، مگه قرار نبود سر صبحی شوهرت کرایه منو بیاره؟ ها میاره دیگه. یه ساعت دیگه لنگ زهره پکو کجا؟ شما بگید. زهره جون امانت داره، میاره میده. خب زهره چند سال مستاجرتونه؟ 2 سال. خیلی خب، تو این 2 سال شده کرایه‌تون نده. دیروزود داشته سوخت و سوز که نداشته. بله اگه ناراضی زینت خانم جمع میکنه. نه ببینید، من ناراحت نیستم به خاطر که شما اینجا هستی. من از این عصبانی میشم که اینا زبانشون کنده میشه از من اجازه بگیرن. ببخشید، ببخشید، ببخشید. بفهمید. میگم جان، دیشب خواب مادر خدا بیامرزت دیدم. خیر ایشالله، خدا رحمتش کنه. فکر کنم خیراتی میخواد. خب جمعه آخر ساله، بله، عدس پلو بپز، ثوابش میرسه به روحش، خدا بیامرزه. چشم الان مادر جون.
بله بله جانم فهمی جان. نه مادر همون اول بودی. آها همون بس بود دیگه. کار داشتی خب مادر جون؟ نه هنو خبری نشده. الان باید برم تو بهت خبر میدم. بابا اصلا شاید ما اسمس اشتباه بود. علم کجا؟ سلام عبس آقا چه اینجوری کرد؟ من خدا این روزا همین جوریه. یا با شریکش دعواش میشه یا با خانومشو. آفرین دکتر. کیه؟ قدیم معلوم بود. الان دیگه اصلا معلوم نیست احتیاط چجوریه. سه دقیقه و جوون میره تو دستشوی میاد. سلام گل قرمزم. سلام. بابازه خونه است؟ بله چیکارش دارین؟ به شما ما این مربوط میشه کله سیم ظرفشی؟ ما ظرفشی بیارم با کله ظرف بشیریم؟ این چه طرز برخورد با بچه هزاره سومه؟ شوخی دارم میکنم. عزیزم کالوریت نمیشه زو بابازو گو صدا کنی؟ کیه؟ بفرما یا الله نوکر ما عباد اومدی آمپول بزنی؟ اومدی دست بوسی آقا خیلی چون خوش آمدی آقا جان حال شما خوبه خوش جان سلامتی شما چیه؟ باز دوباره سرت انداختی با این کجا میری؟ آقا نوکرتم با منه به خاطر من در راستای خدماتم اجازه بفرما گرفتی این طرز برخورد با بچه ازاره دومه یاد بگیر ما نخواهیم شما دنبال ما بیایی کیو باید ببینیم؟ چی میگی بابا اگه من نبودم که رات هم نمیداد تو سلام علیکم بس سلام چه کلاه قشنگی خب بدم آره آره صف چسبیدی آره آقا بزرگ شدی دست بده بچه اینقدی نهیدی نکن آقا ببریم تو آقا کثیف کردی ها نکن دیگه آقا مشکل تو چیه با من من تو مشکل ندارم تو خیلی دوست دارم من هم دوست دارم برو آقا برو من اینه میخواستی برو بله بله بفرمایید سلام آقا رضا سلام چطوری آقا رضا خوبی من هم خوبم سپاسگزارم برو تو جهان برو تو الو آقا کجا این شما رسیدین اومدم سلام هم اومدین؟ بله بقیه هم دارم میان آقا باشه باشه یه نقه سب کن بیان یکی یکی برین تو یا الله یا الله یشی نیست؟ بدون ازش رو انتخاب کن اسمشه بخون سلام. این قرعه کشی باطله. بهتون گفته باشم. برای چی باطله؟ برای چی یعنی نمیدونی برای چی؟ یالله. کیه؟ بهتون گفته بودم با شوهرم طرفید. نصرت خانم ببخشید. زن منو بی سر زبون گیر آوردین. فکر کردین میتونی حقش رو بخوری؟ اولا سلام علیکم. دوما چه حقی؟ علیک. نصرت خانم مگه دفعه قبل اسم زن من در نیامد؟ چرا بهش ندیدین وامشو؟ برای اینکه هیچ که اسم زن شما رو ندیده. خانم شما دیدین؟ نه. بطول با چشاش دیده بطول دروغ نمیگه نصرت خانم. خانم بپرون وسط قوری کشو بعد بیار. یعنی چی؟ بعد بیار. یعنی چی؟ بهش ندید. بطول. اینم از قوری خیلی شما بی‌ادبی. برنده اصلی من نه این خانم. ببینید نه این نه ای ای نصرت خانم این دفعه اسم من در اومده. خانم ببینید اسم من باز در اومده. چی قبول نیست؟ برای چی قبول نیست؟ دوبار اسم من در اومده. صد دفعه اسم در بیاد قبول نیست. چرا؟ طبق اساسنامه اگه قرعه کشی به هم بخوره دوباره باید تکرار بشه. مگه نه خانوما؟ همون شو دارم قرکشوی به هم زده شما خانوم میمردی یکم دیرتر بیای سیر من جیه کسی خونه زدی من رو بشی بردی اینجا ببین به هم زدی هم ببینی خانوما بهتون گفته باشم یا زن من امروز برنده اعلام میکنین یا این بساتون رو من برای همیشه به هم میریزم حالا ببینی بفرمایید بیرون بفرمایید تا پلیس صد در خبر نکردم باشه به هم میرسیم خجالت هم نمیکشه این همه زن اینجاست همینجور سرش انداخته پایین اومده تو نصرت خانم گربونت برم ببین ما آبرو داریم این بنده خودم اعصاب مصابش خیلی قرقاتیه تا این خونه رو سر ما خراب نکنه دست بردار زینت خانم جون قربونت برم من میگم تا همه خانم ها اینجا دور هم هستن قوری کشی رو خیلی سریع برگزار کنیم تموم بشه بره بالا غیرتن یه جای دیگه قوری کشی رو بذارین ما توی محل آبرو داریم خواهش میکنم خیلی خوب اصلا میندازیم یه روز دیگه خانم ها پاشی
وای نه نوستت خانم تو رو خدا کجا پاشی خانم ما چی میگین چی میگین یه نوش بگیرین نوستت خانم به خدا مرجان احتیاج داره میخواد تکلیفش روشن شه تو رو خدا یه نوستت خانم جا قربونت برم مثلا کلاس زبان دارم گلم دورت بگردم بعدم چون میدونی من از کجا میکوبم میام تا اینجا دورتون بگردم الهی اصلا میگم بندازیم خونه ما ریخت و پاشه و اون کار شب کجا ریخت و پاشه ما تازه رنگ کردیم تر و تمیزه فقط یه ذره بو میده که اونم تحمل میکنه در پنجره رو که باز کنیم مشکل اونم حل میشه قربونه دهنت نمیشه میریم خونه سوری خانم خانوما پاشید 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 دورتون بگردم پاشید آقا این جهانگیر اینجا چیکار میکنه اونم لابد مثل تا بو پول شنفته دیگه برده چیکار میکنه بفرمایید آقای دکتر راست سیاه ما کنه لطف کنید چیکار بکنی بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض خیر مقدم خدمت همه آقا کی به شما اس ام اس داده که کی به شما گفت برید تو مؤسسه حساب باز کنید ایشون آقا من گفتم برید حساب باز کنید چرا اومدید اینجا؟ خب پولتون اونجا سلام باید برید دم مؤسسه پولتونو بگیرید دیگه برای چی اومدین اینجا؟ همینجوری که نمیشه آقا نصرت شما گفتی برو تو مؤسسه حساب باز کنی ما هم رفتیم باز کردیم حرف زدی؟ پای حرفت وایسادی؟ حالی کلا بالاخره یکی حرف حساب زد تو یکی اگه میگی من حرف حساب زدم من جلوی همینجام حرفمو پس میگیرم آقا آقا قربون دهنت حرفشو پس گرفت آقا بفرمایید آقا چی چی حرف من به خاطر این میگم آقا پولمو بابا من تو پولمو نگیرم اینجا بیرون نمیرم پس اسمس میاد برای همه دیگه بابا مواظب دیگه سمنو باش تو بابا عوض برگرده خب آقا جون گفتم مواظبت باشم نذارم جایی بری تو که بابا تو به بابا بزرگ مامانت نمیفروشی که نمیخوام بفروشم ولی نگرانم نگرانی نداره که بیا هر چی دوست داری برو بخر خب آفرین پس دیگه سمنو چی میشه بابا هم بزن وقتی من برگشتم برو بخر دیر نکنی باشه بابا باشه باشه نوستر کجاست برو صداش کن بیا عجله دارم برو صداش کن بیا عجله دارم عجله دارم یعنی چی بیا نصرت نصرت تکنیم این دیگه کیه عباس آقاست این هم مگه حساب باز کرده نصرت تو چکاست داری برو اینجا بینه عباس نصرت نصرت یالا کجاست این آقا نصرت بفرمایید بپا کنار بفرما آقا بفرما چی شده چی شده چی می‌خواستی بشه آقا من پولمو میخوام پولمو بابا من به همه اینا گفتم پولتونو میخوایم برین دم مؤسسه بگیریم برای چی اومدین خونه من من مؤسسه چه میدونم چی آقا من همین قوره کشیا رو دارم میگم شما هم حساب دارید بله آقا الان 20 ماهه زن من داره ماهی 400 قسط میده بله. جمعش میکنه 8 میلیون بله. بدی ما بریم پی زندگیمون یعنی چی اگه هر کسی بخواد وسط قوره کشی تو بزنه که سنگ رو سنگ بند نمیشه آقا عوض من اصلا به این قوره کشی ها اعتقاد ندارم بله. میفهمی بله. ندارم یعنی چی یعنی میخوای بگی عروس ما تقلب میکنه حالا هر چی اجازه بابا جان شما دخالت نکن یعنی چی توهین به عروس توهین به منه بله احترام موی سفید هر کسی درست میگی شما درست میگی ولی همه چی که با دعوا مرافعه درست نمیگی دعوا مرافعه ندارم ولکن دعوا مرافعه ندارم اینجای اولاد من همشون من تو گوش اینام بزنم چیزی نمیم این عباس آقا نه آقا من رو گوشم حساسه آقا تو گوش این نمیدم تو گوش تو که میتونم بزنم تو گوش تو که میتونم بزنم تو گوش تو که میتونم بزنم برو دیگه چرا میزنی برو برو سر کار نسا جواب بده برو 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 عباس آقا الان ببین شما قربونت برم شما حساب باز کردی تو قوره کشی یا خانومه خانومه خدا خیرت بده بفرما بفرما یا الله عباس آقا شما خانومت حساب باز کرده منم خانومم مسئول این قوره کشیه دو تا خانومن میشینن با هم حرف میزنن حلش میکنن ببین آقا نصرت مشکل اینجاست که زن من سرزبون نداره نمیتونه از حقش دفاع کنه واسه همینم من بلند شدم اومدم پیش شما که مشکلمو با شما در میون بذارم منو که میبینی هزار تا مشکل ریخته رو سرم میبینید که ببین منو نپیچون آقا بالایی
این مشکل باز همین امروز همینجا حل بشه. بله. من خبر دارم خیلی از خود شماها با خانوماتون تو قوری کشی شرکت کردین. ما با خانومامون؟ بله. اصلا زن من از طریق فضای مجازی داره اتفاق میفته. اجازه بده، اجازه بده. اصلا ما با خانومامون شرکت کردیم. الان چی شده؟ یعنی چی شرکت کردیم؟ مجلس زنونه. چون زنونه از کارمون کشیده به اینجا. دقیقاً به خاطر همین من بلند شدم اومدم اینجا. منظور شما الان چیه؟ چی شده؟ منظورم روشن آقا. زدم به لونه زنبور. اصلا از اون بدتر آقایون. یه لونه جاسوسی کشف کردم. میفهمین؟ یه لونه جاسوسی. چیکار میکنه؟ یه دقیقه ارکشو انجام میدم زود میرن دیگه. نما یه دقیقه منو خبر میکنه. باشه بابا تام باشه. چشم الان زود تموم میشه. زود تموم میشه. تام یکی لنگه اونی. برو بینی. وقتی که کردی به جان تو. تو چرا رفت تو باشگاه؟ بابا پا تو چرا رو اون سر ماری گذاشتی؟ سنوبت کن نخور بابا. مرگ پنج خود نخواد نو به پایشم کجا داری میری؟ پایشتا بینم نو به اونو کجا داری میبری؟ برگم برگم باری کلا آفری هسته در نخواد نو به مرگ پنجی تکون نخواد یه لحظه بیو 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 بعد از شب بیو 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 کجا رفتی بابا؟ سنوبر کجا بردیش خدا؟ خانوما بفرمایید الان شروع شده. نرگس نه. بابا حالا صد تا نرگس خانم نرگس. بله. بله. آره خوبه اون نمیشکنه. ببخشید. ببخشید خانم. دست در. همونایی که گفت. ببینیم قسمت کیه. منو نوشته آقایش. خودم نوشتم. ترشی قره کشی. که از این بهتر نمیشه.
دست در نکن. مادر من میگم اینا دنبال جا میگشتن، خب میومدن خونه ما. وا پسر من چه حرفایی میزنی تو ها؟ همه که مثل ما نیستم ماشین زیر پاشون باشه دورت بگردم تیلیک 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 باشن بیان اینجا. حالا خیلی طول میکشه؟ من نمیدونم، تا دو روز پیش باید بهت میگفتم شاهین جان پسرم من تو سر خیابون میبری، حالا نمیدونم چی شده عزیز شدم میخوای بیای دنبالم. هیچی میگم این همه رو تیلیک تیلیک هلا خواب ده زشته، بعضی ها عقلشون به چشمشونه پسر من، میگن این پسر کار و زندگی نداره پاشده اومده دم در خونه مردم وایساده زشته دیگه. بگو رو بکاره چشم دلی ها بفهمش دوبای نستی ها چشم آفرین دورت بگرم کاری نداری خدا خدا برو برو چشم وای نستی ها برو. آزاد خانم بابا جایی نری ندارم، به جون تو بگو اگه این ای بد بخیر بی خدا چه گیری کردی بعد از این سنوبر. بیا بابا کجا رفتی سنوبر؟ اگه تو زبون حالیت نیست بابا میگم ندارم باز داره میره اون بر. بیا بیا سو بیرون فتی بیا بیا سنو بیا بیا بریکی الله بیا 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 سنو بر سنو بر بیا 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 اینجا بیا سنو بر بیا 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 فکر کردی سنوبر حساب تو میرسم حالا بگرد تا بگردی سر آذر خانم خوش اومدی. خیلی ممنون، ببخشید تو رو خدا من باز دیر کردم و تو این ترافیک شبهت گیر کردم. بفرمایید بشینید. چشش داره دیگه، فقط اینکه من تنها نیستم میدونی. بیا 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 خجالت نکش. ببخشید. خوش اومدی بتول خانم، ما اسم شما رو انداختیم ولی چه خوب شد که خودت اومدی. آره دیگه شرم سرم، حالا قرعه کشی شروع کنیم دیگه. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. حالا همه اومدن؟ آره فقط بهجات خانم نیومده گفت نمیام رفت قرصاشو بخوره. نه مادر جان نه الان دیگه نمیخواد بیای، میخوایم قرعه کشی رو شروع کنیم. پروین خانم و ملوک خانم هنوز نیومدن. دو نفر نیومدن. خب یه زنگ بزنیم ببینین کجا میان. دو نفر نیومدن هنوز. خب بودو دیگه قربونت بودو ماجر. خیلی خوب منتظرت. کجایی بابا؟ گوشی سنابه کجایی؟ بابا بیچاره شدم سنابه سنابه کجا رفتی؟ سنابه بیا 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 سنابه جون بیا سنابه کجا رفتی؟ صابونه یا الله یا الله سنابه سنابه بیا عزیزم بیا فدا چه
آقای فتی. جانم سلام علیکم. سلام علیکم. از شما بعیده. در مورد شما حرفای زیادی شنیده بودم. ولی این یکیشو ندیده بودم. کدوم یکی؟ لاستیک دست چیکار میکنه؟ ای بابا اینو میگی؟ او من اینو برداشتم کفترمو بگیرم رفته بود اینجا. از شما بعیده داری به همسایه دو تومت میزنی. نو کرده؟ بفرما. ببخشید آ، خیلی عذر میخوام. یه ماه پیش صندوق عقب ماشینمو باز کردن، زاپاسمو بردن. شما هم باشی همچین فکر میکنی؟ نفهمیدم. زاپاس شما رو بردن، اون وقت بنده الان باید بیام جواب شما رو بدم؟ ببخشید جواب اینو میتونید بدید که من نمیتونم تو عیال لباسامو پهن کنم. به جون تو اگه من به این لباسو دست زده باشم دستم بشکنه، قطع بشه. بی ادبی نباشه، ولی کفتری شما خیلی علاقه دارن که رو لباسای ما بی ادبی کنن. خب بابا اینو زودتر بگو. فردا اول وقت برج مراقبت میگم مسیر پروازی کلش عوض کنه. خوبه؟ حله؟ راضی هستی؟ قربونت برم. خدا دست ایسی داماد ما شد وقتش بلند. چی بود وقتش؟ داوود. بلند. آقا داوود بیا برو چهار تا میوه بشو بذار جلو مهمونا زشته. برو بیا. برو حرفشی گوش کن. امیرعلی بابا جمع. مشغول شو. مشغول شو اونو بذار کنار. باریکلا بابا. ای قربون قدش. آها موکه از زیر بزن. حرفاشون تموم نشدن اون؟ نه بابا این عباس آقا ولم نمیکنه که هی میگه پولمو بدین پولمو بدین. ما خودمون کم گرفتاری داشتیم میرم پیداش تو. بده به عمو رضا بابا استراحت. هم بزن. خود تقصیر خودته دیگه. برای چی رفتی عمر خبر کردی؟ همشون که نیومدن. من عمدن گفتم بیان. آقا نصرت میتونست کمک کنه نکرد. بچه‌م چه کمکی میتونست بکنه نکرد؟ مؤسسه رو نمیتونست. قرعه کشیه که میتونست. بهش گفتم آقا این ماه که گذشت ماه دیگه قرعه کشی، به خانومت بگو یه کاری بکنه این قرعه بیفته به اسم زن من. من دستم به دهنم میرسه آقا عوض، ولی میخوام این پولو بگیرم بذارم رو پول پیش بدم به زینت خانم، دیگه کرایه ندم. تو خیلی بیخود کردی این کار، یعنی تقلب، یعنی پارتی بازی. چه پارتی بازی آقا عوض؟ میدونی مثل چیه؟ میخواستی لقمه رو مثلا اینجوری بخوری بردی چرخوندی از این. آخ اینه؟ آره. آخ نه میگم منظور این که اینو چرخوندی داره دهنت، باید میرفتی سراغ آدم اصلی. چی کار میکردم؟ هم بزن. میرفتم به خود نصرت خانم میگفتم. اون که بدتره، بعد میومدی سراغ خودم برات حلش میکردم. سراغ شما؟ حلش میکنم. چجوری حلش میکنی آقا؟ میگم حلش میکنم، اگه حل کردم چی؟ ها؟ من یه عمر ممنونت میشم. من خودم میرم با همسایه‌ها تشریک مساعی میکنم، به اونا توضیح میدم، میگم آقا هر کس قرعه کشی رو برنده شد آقا رضای ما گرفتار، این ما بدم به آقا رضا. نمیده آقا، من خودم چند بار گفتم بهش. اولاد منن، رو حرف من اعتبار میکنم. اعتبار میکنی یا نه؟ بله آقا. اعتبار. بله. خب تو هم به جاش 500 تومن میدم این ما به من، دیگه منم خود گرفتاری دارم. هم بزن. قرضی آقا بس. قرض. امیرعلی بابا بیا. آقا عوض شما این کارو بکن. وقتی من خود برنده شدم بهت پس میدم. شما این کارو بکن. من بابا 500 تومن یه تومن. قرعه‌کشی خونه زهره خانم اینا به هم خورده، دارم میرم خونه سوری خانم. داوود کو؟ داوود داره میوه میشوره ببر جلوی اینا. خیلی خوب. چی رو به هم خورده؟ بیا عقب مادر میسوزیا. کجا میریم مامان؟ میخوام برم خونه سوری خانم. منم میام با کفتر بازی کنم. شما یکی رو پیدا کن سهمتو بخره، وگرنه ما کجا بیاریم دم عیدی الان این پولو به شما بدیم. یکی رو پیدا کن یعنی چی آقا نصرت؟ زن من 20 میلیون برنده شده، اسمش در اومده، بدی من برم. کی دیده برنده شده؟ کی گفته؟ زن من گفته، یعنی زن من دروغ میگه؟ من یه همچه حرفی زدم؟ خب معنی حرفت همینه، وقتی زن من اونجا بوده اسمش در اومده شما اینو میگی، یعنی زن داره دروغ میگه. آقا جان اون جلسه قرعه کشی طبق اساسنامه به دلیل اتفاق غیر مترقبه باطل اعلام شده، قانون عطف به ما سبق نمی شود. بله اینه آقا. خونه شما ترکیده، مشکل شما بوده، تقصیر منه. باشه خونه ما بوده ترکیده، یه اتفاق افتاده. الان شما مطمئن باش اگه حق زنت باشه دوباره اسمش در میاد. ببین آقا نصرت، شما و آقا عوض 20 ماه پیش 20 میلیون برنده شدین، نفسون داره از جای گم در میاد. نمیفهمی من چی میگم؟ بابا ما همش 2 میلیون خرج عملمون. نصرت تکلیف 18 میلیون رو روشن کن جلو عمل. درست میگی شما خودت ناراحت، شما درست میگی. ما هم یه بار شانس در خونمون رو زد، شانس میگی چیکار کنم؟ حالا کجا معلومه شانس بوده و تقلب نبوده؟ چی؟ تقلب؟ باز دوباره برم.
عروس من این داره تو داره من آروم باش چشم مؤسسه رو حلش میکنم آروم باش پدر من بابا من خودم بالا سر قرعه کشی بودم نظارت کامل داشتیم دیگه بدتر وقتی میگم بعضی از آقایون به اسم خانوماشون تو قرعه کشی شرکت میکنن همینو میگم عباس آقا جان اون ماه اول بود ماه اول نظارت کردیم تا قرعه کشی را بیفته آقا من این حرفا حالیم نیست 20 میلیون زن من برنده شده یا 20 میلیونمو بدین یا 8 تومن پول خودمو بزنین رو کرسی وردارم برم پی زندگی باز میگه بابا من پول لازم دارم میفهمین پول لازم دارم بسیار خوب باشه خودتون ناراحت نکن ما هممون میدونیم که شما گرفتاری بالاخره با شریکت بحثت شده از محل کارت اومدی بیرون الان شبا رو مسافرکشی میکنی با دستی گردار شما اینا رو کجا میدونی خب همینو میگم دیگه وقتی میگم این جلسات ماهونه شده لانه جاسوسی همینو میگم لانه جاسوسی چیه عزیز لانه جاسوسیه دیگه الان من خود من از کجا میدونم آقای بزازی که تو زندگی خودش مونده میخواد یه زن دیگه بگیره از کجا میدونم حالا چرا بین این همه جمع منو داری مثال میزنی حالا اصلا شما هیچی همین آقای جعفری یه عمره میگه من مشکل قلبی دارم من از کجا فهمیدم که مشکلش قلبی نیست و ربط داره به جای دیگه پروستات پدر من عباس آقا مجبور بودید تو این جمع الان منو مثال بزنی چرا آقا رضا رو نمیگی که زن ذلیله آقا رضا رو چی کار داری آقا من زنمو دوست دارم بهش احترام میذارم حالا هر کی هر فکری میخواد بکنه میخندی تو خودت داری با دوا دکتر بابا میشی من دارم با دوا دکتر بابا میشم چه آقایون ما همه این چیزا رو از زنامون فهمیدیم مثلا همین خود آقا عوض بابا جان حالا آقا عوض اعصاب نداره نمیشه گفت آقا فتی رو که میتونیم بگیم این بنده خدا هنوز فکر میکنه قرعه کشی سر 5 تومنه نه 20 تومن چرا چون جنبه نداره زنش میترسه دوباره برگرده سراغ مواد عباس آقا شما که خودت با این خال زنک بازی مخالفی خودت که بدتری پته عمر ریختی رو آ چیکار بله چشم مؤسسم چشم بذار قرعه کشی حلش کنم اصلا اگه شما شک دارین آقا خودتون بیاین وایسین بالا سر قرعه کشی آقا چرا این کارو کنیم چرا قرعه کشی رو خود ما آقایون برگزار نکنیم من موافقم اینو بگیر تو کجای قرعه کشی هستی که موافقی من پای قرعه کشی ام من همونم که یه روز در راستای جمع‌آوری اقساط قرعه کشی مردم و حفظ و حراست آن در برابر اشرار و مقاومت من نذاشتم قرعه کشی متوقف بشه حالا دو کلمه نمیتونم حرف بزنم چشم بابا چشم پول مؤسسه الان بس قرعه کشی آقا جان من این ماه که دیگه عباس آقا داره تمام میشه ایشالله از ماه بعد چشم چرا ماه بعد آقا نصرت همه یعنی یه تماس بگیریم بگین دست نگردنن سه نفر از ماها به عنوان ناظر بلنشیم بریم بالا سرشون ببینیم چی کار میکنن آقا عوضو خراب میشه بیا برو بیا تا سر کوچه بده برو ببین داوود پیدا میکنی یا نه کجا برو تا سر کوچه برو